درود عزیزان دلم امیدوارم تندرست و خورسند باشید این درس همچین یه نموره موجزه آسا قوای سپیکینگ شما رو همچین قلقلک میده و از این رو به اون رو میکنه لطفا با من همراه شد تو این درس و این 125 تا جمله کوتاه اساسی حیاتی از انگلیسی روزمره رو بیا با من کار کن اصلا حراس نداشته باشی یا کنارتم گام به گام بهت میگم چی کار کنی لطفا فقط با هم همراه شو ما مثل همیشه روی شما حساب میکنیم و ممنونیم که برای حمایت از ما و ایجاد انگیزه لایک میکنید این ویدیو رو و با یه کامنت زیبا ما رو مهمان نظرات سازنده خودتون میکنید به در این درس و میای میگی که چقدر سپیکینگت تونست با این درس رشد کنه و بهبود پیدا بکنه Be ready. Be ready. Be یک فعله یعنی بودن شدن. Ready یعنی آماده. بی ready رو هم میشه آماده باش. دقت کنید که در اینجا بی یک فعله و در ابتدای جمله اومده و ساختار رو امری کرده. بی ready. آماده باش. همچنین معادلش میتونه بشه get ready یعنی آماده شو. Be ready. تکرار کنید با من لطفا جملات رو بی ردی اکسکیوز می اکسکیوز می اکسکیوز یک فعله یعنی بخشیدن چیزی یا کسی می در اینجا یعنی مرا به من اکسکیوز می مرا ببخشید بچه ها دقت بکنید در مورد کاربرد excuse me همیشه برای جلب توجه طرف یا اینکه مثلا بخواید از جایی رد بشید و بخواید طرف رو متوجه بکنید که نیازه که اقدامی انجام بده میتونید از excuse me استفاده بکنید و برای اشتباهی که صورت میگیره معمولا از excuse me در انگلیسی واقعی استفاده نمیشه پس شد برای جلب توجه طرف مثلا تو فروشگاه میخوای جلب توجه کنی که سوال بپرسی از فروشنده یا از اون کارمنده excuse me Excuse me. Pardon می، Pardon me. Pardon یعنی مورد اف قرار دادن چه کسی رو مرا می مرا یا به من دقت بکنید در مورد کار بردش. وقتی که حرف طرف رو متوجه نمیشید از پاردن me استفاده میکنید میخواید که بگید دوباره لطفا تکرار کن حتی در انگلیسی واقعی ممکنه شما بخواید می رو هم هز بکنید میتونید این کار بکنید فقط با لحن سوالی میگید پاردن pardon, pardon یعنی حرفت رو متوجه نشدم دوباره تکرار کن لطفا شما با من تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید pardon me Pardon me. Then when. Then when. Then یعنی پس بنابراین When یعنی چه موقع و روی هم میشه پس چه موقع پس کی اگه قراره با انگلیسی مثل خوردن انگلیسی یاد بگیریم پس چه موقع همین الان لطفاً اجازه بدید کودک انگلیسی زبان ذهنتون رشد بکنه و همونطور که کودک زبان مادریش رو یاد میگیره شما هم با شنیدن لطفاً تکرار کنید و یاد بگیرید then when then when how sweet how sweet how یعنی چقدر چگونه دقت کنید تلفظش رو عزیزان دلم how How. Oh. sweet یعنی شیرین sweet how sweet یعنی چقدر شیرین چقدر بامزه تکرار کنید how sweet how sweet take this take this take یک فعله یعنی گرفتن برداشتن و در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی بگیر داشته باش چی رو؟ this این رو منظورش این ماجرا هست take this یعنی اینو بگیر اینو داشته باش بچه در مورد تلفظ th در اینجا دقت بکنید وقتی که میخواید در this th رو تلفظ کنید زبونتون زیر نیشه دندون بالا در همون حالت سعی کنید بگید ز در حقیقت حالت دوم تلفظ th و در مورد تلفظ i آی در اینجا باید دقت بکنید که ای کوتاه this یعنی نمیگم take this یا this. this 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 درسته take this لطفا با من درست تکرار کنید take this take this Stay away. Stay away. Stay یعنی ماندن اقامت داشتن. Away یعنی دور. Stay یک فعل در ابتدای جمله اومده امری ساختار. بچه در مورد تلفظش هم دقت بکنید. یکی از مشکلات شدیدن رایج فارسی زبان ها در انگلیسی اینه که در ابتدای کلمات بی صدا صدا اضافه میکنن. مثل stay و رایجه که گفته میشه استی. دقت کنید عزیزان همچین چیزی در انگلیسی ما نداریم پس لطفا شما هم ا اضافه نکنید اینجا stay 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 away stay away اگه دقت بکنید اینجا به یک ی خط میشه و بعدش ا میاد پس میشه stay away برای اینکه رو هم گفته بشه برای اینکه روون بتونید صحبت کنید اگر حواستون به این تکنیک باشه کلا میتونید روون تر صحبت کنید حالا با من تکرار کنید Stay away. Stay away. Finish it. Finish it. Finish یعنی تمام کردن به اتمام رساندن و it برمیگرده به اون ماجراهایی که دارید در موردش صحبت میکنید Finish it یعنی تمومش کن دقت کنید در مورد تلفظ آی ها در اینجا که همشون آیه کوتاه هستن Finish It. نمیگم فینیش، فنیش، فنیش، یک کوتاه تمومش کن. لطفا با من تکرار کنید. فنیشش، فنیشش. All right، all right، all یعنی همه و right یعنی درست. All right رو هم رفته یعنی بسیار خوب، خوب. اوکی خیلی خوبه دقت بکنید که در اینجا ال تو دماقی میشه و وقتی که میخواید آر رو در انگلیسی تلفظ کنید زبونتون نزدیک به سقف دهانتون باید باشه یعنی نمیگم all right all right all right لطفا با من تکرار کنید all right all right me either me either می یعنی به من مرا ایذر یعنی همچنین either دقت بکنید تی در اینجا حالت دوم تلفظ تی اچ زبون زیر نشدندونه بالاتون باشه و در همون حالت میگید ز می ایذر یعنی من هم همینطور من هم همچنین معادله قشنگتریه برای می تو می ایذر من هم همینطور می ایذر لطفاً با من تکرار کنید می ایذر می ایذر می نیذر می نییدر می یعنی به من مرا و نیزر یعنی من هم نه در حقیقت متضاده می ایر میشه می neither. یعنی من هم نه من هم نمیخوام همونطور که در ایدر تی حالت دوم تلفظ تی در می هم همینطور حالت دوم تلفظ TH زبون زیر میشه دندون بالا در همون حالت سعی میکنی که نگه داشتی زبونتو بگی ز زهره می من هم نه می با من تکرار کنید می Same here. Same here. Same یعنی همان. Here یعنی اینجا. و در واقع کاربردش یعنی از جانب من. Same here یعنی از جانب من هم همون. من هم به همون شکل. من هم همونطور. اگر توجه کرده باشید معادلیه برای me تو و me either. Same here. لطفاً با من تکرار کنید. Same here. Same here. No Worries no worries. نو no, که برای منفی کردن اومده worries یعنی نگرانی ها در حقیقت جمع worry بچه دقت کنید تلفظ دوبلیو رو در اینجا و کلا تلفظ دوبلیو رو در انگلیسی چون ما در فارسی صدای دوبلیو رو نداریم به همین دلیل ایرانی ها و فارسی زبان ها کاملا دوبلیو رو اشتباه تلفظ میکنن و به جای دوبلیو که لبها حالت لوله ای باید باشه یعنی باید بشه و, و میگن و و حواستون باشه به این قضیه و دابلیو رو یک بار برای همیشه درست تلفظ کنید تلفظ آر رو هم که قبلا خدمتون عرض کرده بودم زبان نزدیک سخف دهان نو no worries. No worries. نگران نباش. یکی از پرکاربردترین و برایجترین جملات و عبارت ها برای اینکه بگی مسئله نیست، خواهش میکنم مشکلی نیست، حتی در مقابل تشکر میتونید بگید no worries، خواهش میکنم یعنی اینکه اگر بخواید بگید مشکلی ایجاد نشده، مسئله خاصی نیست، میتونید دقیقا از no worries استفاده کنید. به جای no problem، به جای you are welcome, به جای کلی عبارت میتونید از no worries استفاده بکنید. حواستون باشه. لطفا با من تکرار کنید. No worries. No worries. Bless you. Bless you. Bless یعنی رحمت عافیت دقت بکنید بچه در مورد تلفظش دقت کنید اینجا رو ببینید بین B و L صدایی وجود نداره اولش هم صدای وجود نداره پس ما اجازه نداریم که بگیم بلس بلس بل 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 بلس بلس یو رحمت بر تو عافیت باشه در حقیقت وقتی که طرف عدسه میزنه میتونید بهش بگید و همچنین معنیش میشه رحمت بر تو باشه سلامتی برای تو باشه bless you و حتی خیلی روونتر که بخواید بگید اینجا اسه تبدیل به ش میشه bless you لطفا با من تکرار کنید bless you bless you it happens it happens ایت یعنی اون ماجراهه داره به کلیت ماجرا اشاره میکنه happens یک فعل و در اینجا اس سوم شخص به خودش گرفته این اس سوم شخص برمیگرده به این فاعل ات ات happens پیش میاد اتفاق میفته دقت بکنید در مورد تلفظ ای کوتاه در ات ات ایت نمیگم بچا ات هم نمیگم ایت ایت بین ای و ا ایت happens پیش میاد دیگه با من تکرار کنید it happens it happens. Never mind. Never mind. Never یعنی هرگز. اینجا میتونید راحت باشید چون صدای وی رو ما تو فارسی داریم. نیش دندون بالا لب پایین رو میگزه. Never. Never. Never ever. Never یعنی هرگز Mind یک فعله یعنی اهمیت دادن Never mind یعنی هرگز اهمیت نده مهم نیست سخت نگیر Never mind مهم نیست اهمیت نده اگر در گذشته سخت بود یادگیری انگلیسی برات Never mind اهمیت نده مهم نیست از این به بعد با انگلیسی مستحب خوردن عالی و درست یاد میگیری لطفا جملات رو تکرار کنید با من Never mind Never mind No kidding. No kidding. نو no, که برای منفی کردن اومده کیدینگ، حالت آی فعل کِد که در حالت فعلی یعنی شوخی کردن نو no کیدینگ یعنی شوخی نمی کنم، بی شوخی دارم میگم جدی میگم نو کِدینگ در مورد تلفظ آی ها هم که دقت دارید یه کوتاه نو no کِدینگ نو کِدینگ نو kidding آی no اگری I agree آی فائل جمله است و زمیر آی بعد هر جای جمله به صورت بزرگ و کپیتال نوشته بشه اگری یعنی موافقت کردن فعل دقت بکنید که این خودش فعله. اینجا ام نیاز نداره اشتباه رایجه دوستان در انگلیسی آی ام اگری اشتباهه دوستان آی اگری من موافقم لطفا با من تکرار کنید آی اگری آی اگری آی اگری. I disagree. I فاعل جمله و disagree متضاد مخالف agree. دقت بکنید که پیشوند دس در انگلیسی برای منفی کردن و متضاد کردن استفاده میشه. دقت کنید تلفظ آی رو در اینجا. I disagree. I disagree. من مخالفم. لطفا با من تکرار کنید. I disagree. I disagree. How great. How great. How یعنی چقدر یا چه مقدار Great یعنی عالی یا بزرگ How great یعنی چقدر عالی How great دقت کنید بچه در بین جی و آر صدایی نمی بینید پس طبیعتا نمیتونیم بگیم Great 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 آر رو هم اگر درست تلفظ کنید یعنی زبونتون نزدیک به سقف دهانتون باشه خیلی راحت تر میتونید great رو تلفظ بکنید به نظر شما اگر میخواستم بگم چقدر خوب چی باید میگفتم لطفا مشارکت کنید تو کامنت برام بنویسید اگر میخواستم بگم چقدر خوب یا چقدر زیبا چی باید میگفتم لطفا مشارکت کنید در قسمت کامنت ها برام بنویسید و لطفا جملات رو تکرار کنید How great How great next time next time next یعنی بعدی و تایم یعنی دفعه بار یا زمان next time یعنی دفعه بعدی next time اگه توجه بکنید اینجا چون دو تا تی به هم میرسن یه دونه تی به گوش میرسه در گفتار با من تکرار کن next time next time last time Last time. Last یعنی آخرین و time یعنی بار دفعه زمان. Last time یعنی آخرین بار یا آخرین دفعه. حالا من از شما میپرسم اولین بار چی میشه اگه بخوایم بگیم اولین بار لطفا توی کامنت برام بنویسید و تکرار کنید last time last time right here right here Right یعنی سمت راست یا حق و در اینجا برای تاکید به کار رفته Here یعنی اینجا Right here یعنی دقیقا همینجا با من تکرار کنید لطفا Right here Right here Right there Right there right که گفتیم یعنی سمت راست یا حق و در اینجا برای تاکید به کار رفته there یعنی آنجا و دقت کنید دوستان تلفظ تی th در there رو حالت دوم تلفظ تی یعنی زبونتون زیر نیش دندون بالا و تو همون حالتی که زبونتون رو نگه داشتید سعی میکنید بگید ز ز زهره مثلا there right there right there و اگر راحت تر بخواید تلفظ بکنید اینجا این تیه یه مقدار تو دماغی میشه و نزدیک به دی میشه right there right there با من تکرار کنید لطفا right there right now right now right یعنی راست یا حق و یا درست now یعنی اکنون right now یعنی همین الان right now right now, right now. over there over there over یعنی روی بالای there یعنی آنجا تلفظ تی رو هم که خدمتتون عرض کردم over there با اشاره به دور یعنی همونجا اونجایی که داره اشاره میکنه بهش over there لطفاً با تکرار کنید over there you got it you got it you to got گذشته فعل get فعل بیقاعده گت یعنی به دست آوردن حاصل شدن گرفتن در اینجا در شکل گذشتش اومده گات ات برمیگرده به اون ماجراهه که داره در موردش صحبت میکنه و توجه بکنید it در اینجا یه کوتاهه you got it. یو got ببینید این بی صدا با این صدادار تلفظ میشه و برای اینکه روون بشه you got it. یعنی متوجه شدی گرفتیش یه مقدار هم میتونید روان ترش کنید بگید you got it you got it. you got, it. You got it. با من تکرار کنید لطفا you got it you got it I apologize I فائل آی یا زمیر آی در هر جای جمله بیاد باید به صورت بزرگ نوشته بشه apologize دقت کنید دوستان apologize نیست apologize بین ا و ا شواست در حقیقت صداش apologize یعنی پوزش خواستن عذرخواهی کردن آی apologize یعنی من پوزش میخوام من عذرخواهی میکنم لطفا تکرار کنید با من آی apologize آی apologize منی فانکس منی فانکس منی یعنی بسیاری یا زیاد و thanks یعنی سپاسگزاری دیگه میدونید تی ایچ هم که حالت اول تلفظ تی زبون زیر نیشه دندونهای بالا در همون حالت سعی میکنید بگید س س سپاس یادتون بمونه thanks thanks many thanks با من تکرار کنید لطفا many thanks many thanks this evening this evening This یعنی این و evening یعنی عصر دقت کنید بچه ها This evening evening ning evening و this نمیگم و تی th در this حالت دوم تلفظ تی یعنی زبونتون زیر نیشه دندونه بالا در همون حالت میگید ز میشه this this evening this evening امروز عصر this evening this evening This morning. This morning. This یعنی این تلفظ تی ایچ خدمتون ارز کردم. Morning یعنی صبح. This morning یعنی امروز صبح. This morning. This morning. My pleasure. My pleasure. بچه تلفظ pleasure رو دقت کنید ببینید عزیزان دلم اینجا رو اینجا صدایی وجود نداره بین P و ال پس ما هم صدایی نباید اضافه کنیم نباید بگیم pleasure دقت کنید این موضوع رو پل، پل، pleasure, pleasure, pleasure یعنی خوشی خوشوقتی لذت my pleasure یعنی باعث خوشوقتی منه وقت من رو خوش کردی مثلا با اومدنت یا کمکت کردم باعث خوشوقتی منه با هم تکرار کنیم لطفا my pleasure my pleasure any problem any problem باز یک مورد از اون موردهایی که ایرانی ها شدیدن اشتباه تلفظ میکنن دقت کنید بچه ها اینجا صدایی ما نداریم پر, پر 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 پرابلم 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 یعنی مشکل مسئله اینی پرابلم حالت سوالیه با لحن سوال با لحن بیانش سوالی کرده اینی پرابلم در پاسخ چی میتونیم بگیم؟ من از شما میپرسم و لطفا در کامنت برام جوابشو بنویسید Any problem? Any problem? How foolish! How foolish! foolish یعنی احمقانه دقت کنید بچه تلفظ آی در فولیش، آی کوتاه فولش فولش لش نمیگم فولیش هاو رو هم که قبلا گفته بودم او به این صورت مثل about how how foolish چقدر احمقانه لطفا تکرار کنید How foolish. How foolish. Go straight. Go straight. Go یعنی رفتن یک فعله در ابتدای جمله اومده یعنی برو چطور برو؟ straight straight یعنی مستقیم بچه ها دوباره این هم یکی از اون مواردیه که شدیدن اشتباه تلفظ میکنن بچه ها ببینید اینجا صدای ما نداریم بنابراین باید بگیم go باید اینو به چسبونیم به اینجا اگر میخوایم راحت تلفظ کنیم go straight 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 ببینید بین اس و تی هم صدایی نمیبینید straight straight go straight go straight لطفاً با من تکرار کنید go straight go straight sounds good sounds good sounds یک فعل یعنی به گوش اومدن دقت داشته باشید این یک جمله کامل تر بوده در حقیقت قبلش یک ات در اول جمله وجود داشته یعنی بوده it sounds good و اتش حذف شده sounds good یعنی خوب به نظر میرسه ظاهرا خوبه دقت داشته باشید که این اس سوم شخص در اینجا داره برمیگرده به اون it که گفتم حذف شده it sounds good یعنی خوب به نظر میرسه لطفا با من تکرار کنید sounds good sounds good sounds great sounds great ماجرای ساوندز رو خدمتون عرض کردم ساوندز گریت یعنی عالی به نظر میرسه در مورد تلفظ گریت هم بچه ها باید دقت بکنیم که دوباره اینجا صدایی وجود نداره بنابراین نباید بگیم گریت 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 آر رو هم که قبلا خدمتون ارز کرده بودم زبان نزدیک سقف دهان گریت ساوندز گریت تکرار کنید لطفا ساوندز گریت sounds great much better much better much yani bishdar better yani better much better yani heili better much better much better my apologies my apologies مای که یعنی مال من اپالوجیز یعنی عذرخواهی ها و جمع اپالوجی مای اپالوجیز یعنی عذرخواهی میکنم عذرخواهی مرا پذیرا باشید اگر توجه بکنید مای به یه خط میشه و اپالوجیز با ای شروع میشه مای اپالوجیز مای اپالوجیز در حقیقت وجود نداره اما در گفتار وقتی که روون بیان میکنید شنیده میشه و در حقیقت عبارتمون یه تیکه میشه مای اپالوجیز مای اپالوجیز هدز اپ هدز اپ هد یعنی سر هدز سرها آپ یعنی بالا هدز یعنی سرها بالا یا به عبارتی حواستون رو جمع کنید دقت کنید اگر دقت بکنید میبینید که هدز به ز ختم میشه در تلفظ و اینجا با آ شروع میشه و شما دارید صدای هد زاپ هدز اپ دارید یه صدای زاپ میشنوید چون دو تا کلمه به هم وصل میشن لطفا با من تکرار کنید و هدز اپ That happens. That happens. That یعنی اون و دقت بکنید تلفظ تی رو در that حالت دوم تلفظ تی ایچ زیر نیشه دندون بالا و همون حالت نگه داشتید میگید ز میشه that that happens این اس سوم شخص هم برمیگرده به that that happens یعنی پیش میاد اتفاق میفته با من تکرار کنید That happens That happens nothing else nothing else nothing else. nothing یعنی هیچ چیزی و دقت بکنید تلفظ TH در nothing حالت اول تلفظ TH زبون زیر نیشه دندون بالا و سعی می کنیم در همون حالت بگیم. S". Nothing. Nothing. Else یعنی غیر دیگر. Nothing else یعنی هیچ چیز دیگه. چیز دیگه ای لازم ندارم. و نکته تلفظی رو دقت بکنید. Nothing به گ خط میشه و در اینجا else با ا شروع میشه Nothing else Nothing girls میچسبم به هم نه با هم تکرار کنیم Nothing else Nothing girls Not recently Not recently. Not برای منفی کردن اومده یعنی نه recently یعنی اخیرا. Recent یعنی اخیر همین تازگی ها و recently یعنی اخیرا این اواخر. Not recently یعنی اخیرا نه این اواخر نه. لطفا با من تکرار کنید. Not recently. Not recently. Say something. Say something. سی یعنی گفتن فعل در ابتدای جمله اومده و ساختار امریه یعنی بگو و something یعنی چیزی و توجه بکنید که تلفظ تی اچ در something حالت اول تلفظ تی اچ زبون زیر نیشه دندون بالا سعی میکنید بگید سه something something و آیه کوتاه رو هم در اینجا دقت داشته باشید say something say something What nonsense What nonsense What یعنی چه چیزی یا آنچه Nonsense یعنی بیمانی چرند و What nonsense یعنی چه بیمانی چه چرند میخوای خوب یاد بگیری با من تکرار کن What nonsense What nonsense What happened What happened? What یعنی چه چیزی یا آنچه happened یعنی اتفاق افتادن یک فعله و happened حالت گذشته فعل happened. What happened یعنی چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ تکرار کنید با من. What happened What happened؟ Talk properly Talk properly. تاک یعنی صحبت کردن در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی صحبت کن پراپر یعنی درست و پراپرلی قیده یعنی به صورت درست و تاک پراپرلی روی هم یعنی به شکل درست صحبت کن داری بد صحبت میکنی نادرست صحبت میکنی یا گنده صحبت میکنی در همه حالت ها قابل استفاده است و مراقب باشید که یه مقدار بار معنایی منفی و سنگین داره با من تکرار کنید اما Talk properly Talk properly Be calm Be calm بی یعنی شدن بودن بی یک فعل در ابتدای جمله اومده یعنی باش کام یعنی آرام و دقت اگر کرده باشید میبینید که در اینجا ال ناخاناست کام کام بی کام یعنی آرام باش با من تکرار کنید بی کام بی کام بی کرفول بی کرفول بی فعله در ابتدای جمله اومده یعنی باش care یک فعل دوباره یعنی مراقبت کردن مراقب بودن و در اینجا careful با پسوند فول یعنی مراقب در حقیقت careful یعنی مراقب be careful یعنی مراقب باش مراقب خودت باش من به شما میگم مراقب خودتون باشید شما هم به من بگید be careful be careful be patient be patient بی دوباره در ابتدای جمله اومده یعنی باش patient دو تا معنی داره یه معنیش یعنی بیمار مریض و یه معنیش یعنی صبور بی patient یعنی صبور باش در مسیر یادگیری انگلیسی بی patient لطفاً جملات رو تکرار کنید عزیزان دلم بی patient بی patient be safe be safe سیف یعنی در امن و امان بی سیف یعنی در امان باشی یا مراقب باش با هم تکرار کنیم بی سیف بی سیف کام داون کام داون کام یعنی آرام و همونطور که عرض کردم خدمتون دلش ناخانه down یعنی پایین و calm down روی هم رفته یک فعل عبارتیه یعنی آرام بگیر آرام باش calm down calm down anything else anything else anything یعنی هر چیزی else یعنی دیگر یا غیر دقت بکنید th در anything حالت اول تلفظ th یعنی زبونتون زیر نیشه دندون بالا و سعی میکنید بگید anything else anything else چیز دیگه ای دستور دیگه ای فرمایش دیگه ای ندارید <laughs> لطفا تکرار کنید anything else anything else go ahead go ahead go یعنی رفتن فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امریه ahead یعنی به جلو به سمت جلو و go ahead یکی از پرکاربردترین و مهمترین عبارت ها در انگلیسی روزمره است شما حرف طرف رو قطع کردی میخوای بگی بفرمایید ادامه بدید یا میخواید بگید شما جلوتر بفرمایید میتونید از این ساختار و از این عبارت استفاده کنید لطفا با من تکرار کنید go ahead go ahead go away Go away Go یعنی رفتن فعل در ابتدای جمله اومده Away یعنی دور بچه ها نکته تلفظی که باید توجه بکنید در اینجا W لبها حالت لوده ای باید باشه Away یه موقعی نگید اون vه و W تلفظ کردنش لبها حالت لوده ای Go away Go away برو پی کارت دور شو گم شو مراقب باشید در استفاده ازش لطفا تکرار کنید Go away. Go away. Good job. Good job. Good یعنی خوب job یعنی کار یا شغل. Good job یعنی کارت خوب بود. دمت گرم. دم شما گرم که دارید تکرار میکنید و با گوش هاتون به سان یک کودک دارید انگلیسی رو یاد میگیرید. لطفا با من حتما تکرار کنید. Good job. Good job. What else? What else? What یعنی آنچه یا چه چیزی لبها حالت لوله ای در What فراموش نشه Else یعنی غیر چیز دیگه What else یعنی دیگه چی اگه توجه کردید What به تی خط میشه و Else با ا شروع میشه What else What else به هم میچسبن لطفا شما هم تکرار کنید What else What else of course of course of course یعنی البته البته که با این روش میتونید نتیجه بگیرید پس تکرار کنید of course of course guess what guess what guess یعنی حد زدن در ابتدای جمله اومدنی یعنی حد بزن what یعنی چه چه چیزی guess what حدس بزن چی شده داری انگلیسی یاد میگیری به روش طبیعی همونطور که یه کودک انگلیسی یاد میگیره یا زبان مادریشو لطفا با صدای رسا تکرار کنید Guess what Guess what The same The same THE ای در اینجا داره اشاره میکنه به اون چیز خاص سیم یعنی همون the same یعنی همون که رفیقم هم مثلا سفارش داد یا همون چیزی که ایشون گفت the same و ساده در فارسی میگیم همون نکته تلفظی رو باید در تلفظ THE ای دقت بکنید که THE THش ای، حالت دوم تلفظ TH ای. یعنی زبون زیر نیشه دندون بالا در همون حالت میگید ز ز, ز زهره the same the same not bad not bad not برای منفی کردن bad یعنی بد not bad یعنی بد نیستم یا بد نیست اوزا لطفاً تکرار کنید not bad not bad forget it forget it forget یعنی فراموش کردن فعله در ابتدای جمله اومده یعنی فراموش کن it برمیگرده به اون ماجراهایی که داره در موردش صحبت میکنه دقت کنید نکته تلفظی رو ات در اینجا یک ای کوتاه و فورگت به تی ختم میشه فورگت ات فورگت ات یا خیلی روانتر فورگت ات با من تکرار کنید حالا فورگت ات فورگت ات forgive می Forgive می Forgive یعنی بخشیدن یک فعل یعنی مورد بخشش قرار دادن می مرا Forgive me یعنی مرا ببخش دقت کنید در مورد تلفظ آیه کوتاه در اینجا Forgive 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 یا Forgive نیست Forgive Forgive me منو ببخش لطفا تکرار کنید Forgive me Forgive me Get out Get out Get یعنی حاصل کردن یکی از فعلهای بسیار پرکار برده. حاصل کردن به دست آوردن Get out یعنی برو بیرون بزن بیرون دقت کنید نکته تلفظی Get به تی خط میشه و out با ا شروع میشه و به هم میچسبن Get out Get out, Get out Get out یا خیلی روونتر Get out با من تکرار کنید لطفاً Get out. Get out. Well done. Well done. Well یعنی خوب به خوبی. Done یعنی انجام شده. Well done یعنی خوب انجام دادی. آفرین. بچه ها نکته تلفظی رو دقت کنید در تلفظ W در اینجا. Well لبها حالت لوله ای. Well. well تا همچنین دقت داشته باشید که دان شکل سوم از فعل دوه دو Do, دید دان با من تکرار کنید well دان well دان try again try again try یعنی سعی کردن یک فعل در ابتدای جمله اومده again یعنی دوباره try again یعنی دوباره سعی کن دوباره تلاش کن اگر جملات این درس رو سعی کردید که بیان کنید و براتون سخت بود دوباره تلاش کن try again و دقت بکنید try به یه خط میشه اما again با ا شروع میشه try again try again برای که به هم بچسبن تکرار کن try again try again after you after you after یعنی بعد از You شما After you یعنی بعد از شما شما بفرمایید به صورت مختصر تعارف و احترام استفاده میشه در انگلیسی After you After you Come here Come here Come یک فعله در ابتدای جمله اومده یعنی بیا Here یعنی اینجا Come here یعنی بیا اینجا Come here Come here come on come on کام یعنی آمدن و کامان یک فعل عبارتیه به معنی های مختلف استفاده میشه به معنی بیخیال یا بریم یا را لطفا لطفاً با من تکرار کنید کامان کامان Believe می Believe می Believe یک فعل یعنی باور کردن می مرا دقت بکنید در مورد تلفظ آی به همراه ای در اینجا یه مقدار کشیده تر از ای کوتاه میشه Believe Believe me حرف منو باور کن باورم کن لطفا تکرار کنید Believe me Believe me Best wishes Best wishes best یعنی بهترین و wish یعنی آرزو wishes یعنی آرزوها دقت داشته باشید در مورد تلفظ آی در اینجا که یک ای کوتاهه wish و همچنین در مورد تلفظ دبلیو در اینجا که لب ها باید حالت لوله ای باشه در حقیقت به این صورت تلفظ میشه و و wish wish best wishes بهترین آرزوها. من هم برای شما بهترین آرزوها رو دارم. لطفاً با هم تکرار کنیم. Best wishes. Best wishes. Enjoy yourself. Enjoy yourself. Enjoy یعنی لذت بردن. Yourself یعنی خودت خودتان. Enjoy yourself یعنی خوش بگذره. یک استله. Enjoy yourself. Enjoy yourself. For what? For what? For یعنی برای به منظوره What یعنی چه چیزی یا آنچه For what یعنی برای چی به چه دلیل بچه دقت بکنید W رو که در اینجا لپاتون حالت لوله ای باشه For what برای چی به چه دلیل با من تکرار کنید لطفا For what For what go on go on go یعنی رفتن و وقتی همراه میشه با آن تشکیل یک فعل عبارتی میده یعنی ادامه بده به کاری که داری میکنی به تلاشی که داری انجام میدی ادامه بده من به شما میگم شما هم به من بگید go on go on have fun have fun have یعنی داشتن و فان یعنی خوشی have fun روی هم رفته یعنی خوش بگذره دوباره یه حالت اصطلاحی داره لطفا با من تکرار کنید have fun have fun help yourself help yourself help فعل در ابتدای جمله اومده یعنی کمک کردن yourself یعنی خودت مال خودت help yourself یعنی از خودت پذیرایی کن. من هم شما رو دعوت می کنم به تکرار جملاتی که تا اینجا کار کردیم با هم و دوستان اگر فکر می کنید تسلط کافی رو تو این درس بهشون پیدا نکردید جایی که باید یادشون بگیرید همین جاست نرید درس بعدی نرید جملات بعدی اینجا خوب یاد بگیرید و بعد ادامه بدید یادگیریتون رو از خودتون با دانش و آگاهی و یادگیری پذیرایی کنید با هم تکرار میکنیم help yourself help yourself stop it stop it stop یعنی متوقف کردن it برمیگرده به اون ماجرایی که داره در موردش صحبت میکنه نکته تلفظی خیلی مهمه س، س. دوستان اینجا ا ای نداره اولش نه پس ما هم ا اضافه نمی کنیم استوپ و استاپ اشتباه قربونتون برم استاپ 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 و وقتی که در اینجا به پی ختم میشه کلمه استاپ بعدش با آی در ات همراه میشه و این یک یه کوتاه ستاپت ستاپت استاپ روهم رو هم که بگید و روون که بگید میشه استاپ لطفا لطفاً شما هم تکرار کنید استاپ Stop it. Hold on. Hold on. Hold یک فعله یعنی نگه داشتن و با حرف اضافه آن ترکیبش میشه یک فعل عبارتی یعنی صبر کردن و hold on یعنی صبر کن اگر دقت کرده باشید hold به حرف بی صدای دی میرسه و بعدش یک حرف صدادار آ در آن رو داریم hold on دان میبینید که به هم میچسبه hold on با من تکرار کنید لطفاً Hold on. Hold on. Hurry up. Hurry up. Hurry up یک فعل عبارتی دوباره در ابتدای جمله در حقیقت اومده و ساختار امریه. Hurry up یعنی عجله کن. Hurry up. جملات رو با من تکرار کنید لطفا. Hurry up. Hurry up. But why? But why? But یعنی اما. Why یعنی چرا دقت بکنید که دوستان H در اینجا ناخاناست و W رو وقتی میخواید تلفظ کنید لبهاتون حالت لوله ای باشه But why اما چرا چون تلفظ درست انگلیسی اینجوریه But why چرا میگی همش تکرار کنیم جملات رو چون کودک اینجوری یاد میگیره شما هم کودک انگلیسی زبانتون نیاز به رشد و پرورش داره علا رقم این که متن رو دارید میبینید لطفا آن چیزی که با گوش هاتون میشنوید رو با من تکرار کنید But why? But why? How sad? How, sad? How? یعنی چقدر چگونه؟ Sad یعنی غم قم. غم انگیز. How sad چقدر غمانگیز با من تکرار کنید لطفا How sad How sad I forgot I forgot forgot گذشته فعل بیقاعده forget forget یعنی فراموش کردن I forgot یعنی من فراموش کردم I forgot لطفا تکرار کنید I forgot I forgot What now? What now? What یعنی چه چیزی یا آن چه now یعنی اکنون دوستان تلفظش رو دقت کنید now مثل how مثل about یه افتخیزی داره what now حالا چی اینا رو که یاد گرفتیم حالا چی بچه ها این جملات شدیدن تو انگلیسی روزمره و مکالمه های روزانه کاربرد دارند لطفاً با من تکرار کنید what now what now بی کوایت بی کوایت بی یعنی بودن در ابتدایش جمله اومده یعنی باش کوایت یعنی ساکت کوایت کوایت یعنی ساکت بی کوایت یعنی ساکت باش یا ساکت باشید مراقب باشید هر جایی استفاده نکنید با من تکرار کنید اما بی کوایت بی کوایت I apologize I apologize. Apologize یعنی عذرخواهی خواهی کردن. I apologize یعنی پوزش میخوام عذرخواهی خواهی میکنم. با من تکرار کنید. I apologize. I apologize. So what? So what? So یعنی بنابراین یا در نتیجه وات یعنی چه چیزی آنچه؟ دقت داشته باشید که برای تلفظ دوبلیو لبهاتون هاتون باید حالت لوله ای به خودش بگیره. So what 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 که چی بشه ؟ که تلفظ درست داشته باشیم که چی بشه ؟ خب انگلیسی ها اینجوری صحبت میکنن. So what So what Take care take care. take یعنی برداشتن گرفتن care یعنی مراقبت کردن یک فعل دوتاشون فعلا و در کنار همدیگه اومدن take care یعنی مراقب باش مراقب خودت باش یکی از جملات خیلی قشنگه نه من به شما میگم پچه ها مراقب خودتون باشید و جملات رو با صدای رسا تکرار کنید همراه با من با هم تکرار میکنیم take care take care very good Very good. Very یعنی بسیار good یعنی خوب. Very good یعنی بسیار خوب. کارتون بسیار خوبه. Very good. Very good. No problem. No problem. نو no برای منفی کردن اومده و پرابلم یعنی مسئله یا مشکل بچه ها دقت داشته باشید بین پی و R صدایی وجود نداره و ما نباید صدایی اضافه بکنیم 99 درصد زبان آموزا متاسفانه به دلیل آموزش اشتباه میگن پرابلم دوستان دقت بکنید پر 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 R رو هم وقتی میخواید تلفظ کنید زبون نزدیک سقف دهان پر پر problem. No problem. مشکلی نیست. با تکرار حل میشه مسئله. No problem. با من تکرار کنید لطفا. No problem. No problem. Slow down. Slow down. Slow یعنی آهسته. Down یعنی پایین. و روی هم وقتی که میان یک عبارت بسیار پرکاربرد یعنی سرعتت رو کم کن انقدر تون نرو انقدر سریع نرو سلو داون این رفتارت زننده است یک انقدر تون نرو یا ماشین رو سرعتش رو کم کن نکته تلفظی رو دقت بکنید در سلو سلو میبینید که اینجا ما ا نداریم بچه ها حواستون باشه سلو با هم تکرار میکنیم سلو داون سلو داون ویک آپ ویک آپ wake یعنی برخواستن wake up روی هم رفته یعنی بیدار شو از خواب بیدار شو فرقش رو با get up میدونید فرق wake up با get up لطفا اگر میدونید تو کامنت برام بنویسید و با صدای رسال لطفا تکرار کنید دیگه خواب قفلت بسه با تکراره آن چیزی که میشنوید در درس های کانال یوتیوب انگلیسی مثل آب خوردن انگلیسی درامی میفته لطفا با من تکرار کن wake up wake up ست down. down sit یعنی نشستن داون یعنی پایین و روی هم یک فعل عبارتی رو تشکیل میده یعنی بنشین دقت کنید بچا ست اینجا یه آیه کوتاه داره نکات تلفظی رو دارم میگم اینجا آیه کوتاهه ست 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 و اینجا اگه توجه بکنید تی به دی میرسه ست داون و اگر یکم این تی رو به دی نزدیک کنید میشه ست داون ست داون و حواستون باشه که معدبانه صحبت کنید ست داون پلیز پلیز حتما پلیز رو فراموش نکنید لطفا با من تکرار کنید ست داون ست داون استند اپ استند اپ ستند یعنی برخواستن اپ یعنی بالا و نکته تلفظی رو در اینجا دقت بکنید stand با اس شروع میشه و s یک کلمه بی صداست. در اولش a دوباره نداره stand 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 به دی خط میشه و a در اپ شروع میشه بعدی stand up stand up میبینید که برای روان شدن به هم میچسبند stand up برخیز بیست برای زندگیت تلاش کن لطفا با من تکرار کنید stand up stand up follow me follow می فعل follow یعنی دنبال کردن follow me یعنی منو دنبال کن و دوستان اگر تا الان کانال یوتیوب انگلیسی مستاب خوردن رو دنبال نکردید فالو می ما رو دنبال کنید سپاس برای همراهیتون که لایک میکنید درس ها رو و دنبال میکنید و با یک کامنت زیبا انگیزه میدید به ما که ما درس ها رو ادامه بدیم براتون فالو می فالو می کیپ گوینگ کیپ گوینگ کیپ یعنی حفظ کردن گوینگ حالت آینج فعل گو و روی هم یک عبارت بسیار زیبا رو تشکیل میده کیپ گوینگ به حرکت ادامه بده به کاری که داری میکنی ادامه بده بچه ها به یادگیری کیپ گوینگ ادامه بدید لطفا با من تکرار کنید کیپ گوینگ کیپ گوینگ هنگ آن هنگ آن هنگ یک فعله یعنی آویزان کردن یا آویزان شدن هنگان یک فعل عبارتیه یعنی صبر کن معادل چی برای صبر کن چه عبارت های دیگه ای داریم لطفا توی کامنت بنویسید ممکنه توی این درس بهشون برسیم ولی اگه لطف کنید توی کامنت بنویسید ببینیم که کدوم ها رو شما بلدید هنگگان هنگگان و نکته تلفظی رو دقت کنید هنگ به گه ختم میشه و بعدیش آ در آن رو داریم هنگان هنگان صبر کن چقدر تکنیک جالبیه هنگان با من تکرار کن پس هنگان هنگان ترن around ترن around ترن یعنی چرخیدن ترن در ابتدای جمله اومده یعنی بچرخ around دور و بر اطراف ترن around یعنی دور بزن یا بچرخ با هم تکرار کنیم یا نکته تلفظیشو رو بگم دیگه میدونید که ترن به ان ختم میشه و around با ا شروع میشه turn around ترن around با هم تکرار کنیم ترن around ترن around not یت not yet not برای منفی کردن اومده یعنی نه yet یعنی هنوز تا به حال و yet به معنی با این وجود هم به کار میره not yet یعنی هنوز نه آیا همه ی جملات این درس رو یاد گرفتی شما میگی not yet و من به توصیه می کنم که دوباره ببین دوباره با این درس تکرار کن لطفا با من تکرار کنید not yet not yet leave it leave it Leave یعنی ترک کردن رها کردن دقت بکنید که ای و ای با هم یه صدای ای کشیده میده Leave Leave It برمیگرده به اون ماجراه که داره در مورد صحبت میکنه Leave it مثلا گذشته رو رها کن Leave it Leave به و خط میشه و ات با ای کوتاه شروع میشه Leave it Leave it Leave it رهاش کن بیخیالش رو گذشته رو اگر تا الان تلاش کردی به نتیجه نرسیدی leave گذشته رو رها کن با من تکرار کنید لطفا leave it leave it sit هیر. Sit, sit یعنی نشستن دقت بکنید که ای کوتاه در sit به صورت ای تلفظ نشه sit sit here اینجا بنشین با هم تکرار کنیم sit here Sit here. Pay attention. Pay attention. Pay یک فعله یعنی پرداخت کردن و attention یعنی توجه. Pay attention روی هم یعنی توجه کن در حقیقت توجه رو پرداخت کن توجه چیز مهمیه نه بچه ها توجه کردن در یادگیری و دقت کردن به تلفظها و کلا پروسه یادگیری بسیار میتونه بهتون کمک کنه که رشد بی نظیری در یادگیریتون داشته باشید یه نکته تلفظی هم خدمتون بگم پی به یه خط میشه و بعدی با attention ا شروع میشه Pay attention. Pay attention. به هم می چسبن, نه؟ لطفاً به تلفظ درست جملات و عبارت توجه کنید و با صدای رسا همراه با من تکرار کنید. با هم تکرار کنیم. Pay attention. Pay attention. Get ready. Get ready. get یعنی حاصل کردن به دست آوردن و همونطور که میدونید فعل get معانی بسیار زیادی داره get ready در اینجا یعنی آماده شدن رو حاصل کن و در واقع خیلی راحتتر آماده شو آماده شو برای تکرار جملات get ready get ready come in come in کام یعنی آمدن و ان یعنی داخل دقت بکنید بچه ها اینجا آیه کوتاهه و کام به م ختم میشه کامن کامن بیا داخل کامن کامن ساین هیر ساین هیر ساین یعنی اثر نشان و همچنین امضا کردن در اینجا یعنی امضا کردن هیر یعنی اینجا ساین هیر یعنی اینجا رو امضا کن ساین هیر ساین هیر Wait here wait here دقت کنید نقطه تلفظی دبلیو لب ها حالت ای باشه wait wait here here یعنی اینجا wait here اینجا منتظر باش با هم تکرار کنیم wait here wait here work hard work hard work یعنی کار کردن دابلی رو میدونم که دیگه تقریبا یاد گرفتید لبها حالت لوله ای و hard یعنی سخت و در اینجا یعنی به سختی work hard یعنی سخت کار کن سخت تلاش کن اما من یه چیزی بهتون میگم هوشمندانه کار کنید و با توجهی که به تلفظ درست جملات در این درس دارید و با تکرارشون به جای سخت کار کردن و به جای سخت تمرین کردن هوشمندانه تمرین کنید و سریعتر یاد بگیرید. با هم تکرار میکنیم. Work hard. Work hard. Be happy. Be happy. بی در ابتدای جمله اومده یعنی باش. Happy یعنی خوشحال. Be happy. خوشحال باش. Be happy. Be happy. Be kind. Be kind. kind یعنی مهربان یه معنی دیگه داره یعنی نوع no. be kind یعنی مهربان باش با هم تکرار کنیم و مهربانی رو پخش کنیم و با لایک کردن این درس و این ویدیو نشون بدیم که مهربانیم و میخواییم که دیگران هم بتونن از ره انتشار این درس اونها هم به دستشون برسه و اونها هم بتونن ببینن و استفاده کنن لایک و فشار بدید و be kind مهربان باش با من تکرار کنید be kind be kind feel free feel free feel یعنی حس کردن و در ابتدای جمله اومده یعنی حس کن فری یعنی رایگان راحت آزاد و در حقیقت فیل free یعنی راحت باش حس راحتی داشته باش خیلی کاربردی ان نه بچه ها فیل free دقت بکنید بچه ها فری نیست فری فری اف آر فر فر فری فری Feel free یعنی راحت باش با من تکرار کنید لطفا Feel free Feel free Read aloud Read aloud read یعنی خواندن در ابتدای جمله اومده یعنی بخوان allowed یعنی با صدای رسا صدایی که به گوش برسه بچه ها جملات این درس رو read aloud بکنید با صدای رسا بخونید صدایی که به گوش برسه نه اینکه تو ذهنتون یادگیری تو ذهن باعث تقویت عضلات زبانی و دهانی شما نمیشه باید با صدای رسا تکرار کنید جملات رو برای همینه که همش تکرار میکنیم بچه ها بیان کنید با صدای رسا بگید تکرار کنید read aloud نکته تلفظی read به ده ختم میشه و aloud با ا شروع میشه میشه read aloud the loud read aloud با هم تکرار کنیم read aloud read aloud listen up listen up listen یعنی گوش دادن و listen up یک فعل عبارتیه یعنی خوب و با دقت گوش کن با دقت توجه کن و توجه داشته باشید که تلفظ ای در اینجا ای کوتاهه لیسن 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 اپ خوب گوش کن خوب توجه کن با هم تکرار کنیم لیسن اپ لیسن اپ سپیک لاودر سپیک لاودر دوستان سپیک یعنی صحبت کردن سخن گفتن آن چیزی که هممون دنبالشیم بتونیم راحتتر سپیک کنیم تلفظ سپیک 99 درصد ایرانی ها میگن اسپیک اشتباه قربونتون برم و توجه بکنید که بین اس و پی صدایی وجود نداره و ابتداش هم صدایی وجود نداره پس ما مجاز نیستیم صدایی اضافه کنیم speak speak لاودر لاود Loud یعنی صدادار یعنی صدایی زیاد داشته باشه و louder یعنی بلندتر speak louder با صدای بلندتر صحبت کنید یه پلیز هم میتونید اضافه کنید که معدبانه بشه speak louder لطفاً با من تکرار کنید speak louder Speak louder. Sit tight. Sit tight. Sit یعنی نشستن قبلا گفتیم و آی کوتاهه سیت و آی در تایت حالت دوم تلفظ آیه یعنی آی تایت و میبینید که جیو اچ در اینجا خونده نمیشه تایت هم یعنی تنگ میده و هم معنی محکم سیت تایت یعنی محکم بشین قرص بشین میخوایم بریم به سمت یادگیری با هم تکرار کنیم Set tight set tight back off back off back یعنی عقب و off یعنی خاموش back off یک فعل عبارتیه یعنی عقب وایسا دخالت نکن برو عقب بچه دقت کنید back به که در اینجا ختم میشه و off بعدیش با آ شروع میشه back off بک آف میبینید که به هم چسبید این تکنیک رو اگر در ریدینگتون و خوندن مطالب انگلیسی به کار بگیرید و قطعا این تکنیک رو شما در فارسی به صورت ناخودآگاه دارید رعایت میکنید و استفاده میکنید اما میخوام که آگاهانه در انگلیسی هم به کار بگیرید باعث میشه که روونتر صحبت کنید و روونتر بتونید متنها رو بخونید حالا با من تکرار کنید back off back off move back move back move یعنی جابجا جا شدن بک یعنی عقب move back یعنی جابجاشو عقب برو عقب بکش عقب مواظب باشید که یکم مؤدبانه نیست move back move back be honest be honest honest یعنی صادق راستگو اچش ناخوناست در اینجا بی یعنی باش بی honest یعنی صادق باش ما صادقانه بهتون روش یادگیری درسته این جملات باید. بی نهایت مهم و تکرار شونده در انگلیسی رو گفتیم بچه ها با تکرار این جملات به سان یک کودک آن چیزی که میشنوید رو تکرار کنید و همینجا یاد بگیرید اگر تا اینجا رسیدید و احساس میکنید لازمه که دوباره درس رو تکرار کنید از ابتدا این کار رو بکنید یادگیری عمیق مهمتره از اینکه شما حجم زیادی از اطلاعات رو سعی کنید به ذهنتون بدید و حتی قسمت کوچکی از اونها رو یاد نگیرید لطفا اگر کامل این درس که حدود ممکنه یک ساعت یا یک ساعت خوردهی بشه براتون سخته دونه دونه بخش بخش ده تا ده تا بیستا بیستا یاد بگیرید بیاید جلو این درس رو رها نکنید ما صادقانه بهتون روش یادگیری رو گفتیم امیدوارم که قدرش رو بدونید و امیدوارم که با تکرار این درس همینجا به این جملات بی نهایت کاربردی برای تمرین عضلات زبانی و دهانیتون و یادگیری این جملات مهم و اساسی و کوتاه انگلیسی همینجا مسلط بشید بی آنست صادق باش با من تکرار کنید لطفاً. بی آنست بی آنست ایت ویل ایت ویل ایت یعنی خوردن در ابتدای جمله فعل اومده ساختار امریه یعنی بخور well یعنی خوب یا به خوبی eat well eat well keep calm keep calm keep یعنی حفظ کردن کام الش ناخاناست قبلا داشتیمش یعنی آرامش آرام کیپ کام یعنی آرامش تو حفظ کن آرام باش با هم تکرار کنیم Keep calm. کیپ کام Keep calm. Study hard. Study hard. Study یعنی مطالعه کردن، درس خوندن. دقت کنید بچه ها باز یکی از لغت هایی که شدیدن به اشتباه تلفظ میشه. Study. استادی نیست قربونتون برم. study مطالعه کن بخون hard به سختی hard یعنی سخت و در اینجا یعنی به سختی سخت مطالعه کن با هم تکرار کنیم study hard study hard smile more smile more سمایل یعنی لبخند زدن باز هم این یکی از این مواردی که بچه ها شدیدن به اشتباه تلفظ میکنن قربونتون برم اسمایل نیست اسمایل اون اسمایل ای خاص این سمایل سمایل یعنی لبخند زدن و فعل در ابتدای جمله اومده یعنی لبخند بزن مور بیشتر smile more لطفا بیشتر لبخند بزنید که 120 تا جمله تکرار شونده و مهم و اساسی از جملات روزمره انگلیسی رو تا اینجا با هم تکرار کردیم و امیدوارم که با تکرار دوباره این درس خودتون رو بتونید محک بزنید و بهشون همینجا مسلط بشید بنابراین با هم تکرار میکنیم smile more و لطفا لبخند بزنید من هم به شما لبخند میزنم smile more smile more Talk less. Talk less. Talk یعنی صحبت کردن در ابتدای جمله فعل اومده امریه یعنی صحبت کن less یعنی کمتر talk less کمتر صحبت کن بیشتر تمرین کن اما در انگلیسی دقت کنید که بیشتر باید صحبت کنید تا میتونید جملات رو تکرار کنید عزیزان دل حالا برای اینکه تمراهی خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید لطفا در قسمت کامنت برام بنویسید اگه بخوام بگم بیشتر صحبت کن چی باید بگم تو کامنت منتظرم و ممنونم که مشارکت میکنید و اجازه میدید که از راهگذر انگلیسی مستاب خوردن یادگیری در شما رخ بده talk less talk less Keep walking. Keep walking کیپ یعنی حفظ کردن واک یعنی قدم زدن و walking در حالت ING یعنی راه رفتن در حالت کلی کیپ walking یعنی به راه رفتن ادامه بده راه رفتن رو حفظ کن شما هم این درس رو در حالت راه رفتن قدم زدن تمرین کردن غذا خوردن همیشه تکرار کنید و همینجا این جملات رو یاد بگیرید بچه ها تکرار خیلی مهمه که این همه دارم روش تاکید میکنم Keep walking با هم تکرار میکنیم Keep walking Keep walking Sleep tight Sleep tight Sleep یعنی خوابیدن و در ابتدای جمله اومده یعنی بخواب بچه این هم باز یکی از اون مواردی که زبان آموزان به شدت اشتباه تلفظ میکنن A Sleep نیست عزیزان دلم Sleep Sleep یعنی خوابیدن Tight یعنی محکم تنگ و در اینجا یعنی محکم بخوابی خوب بخوابی با آرامش کامل بخوابی قبل از خواب هم تکنیک خوبیه که این جملات رو یک بار تکرار کنید و مرور کنید sleep tight sleep tight speak softly speak softly بچه سپیک گفتیم یعنی صحبت کردن soft یعنی نرم و softly یعنی به نرمی speak softly یعنی به نرمی صحبت کن با محبت صحبت کن قربونتون برم که انقدر پرتلاشید مهربانید و ما رو حمایت و همراهی میکنید با هم تکرار کنیم speak softly speak softly follow instructions Follow instructions. Follow یعنی دنبال کردن و در ابتدای جمله اومده فعل ساختار امری یعنی دنبال کن. Instruction یعنی دستورالعمل و instructions یعنی دستور العمل ها. بچا 125 جمله تکرار شونده مهم اساسی و ضروری انگلیسی رو که شدیدن هم کوتاه هستن، دو تایین یعنی دو کلمه ایان با هم تا اینجا پیش اومدیم کار کردیم. لطفا دستورالعمل رو در این درس دنبال کنید و با هر جمله تکرارشون کنید همینجا یک بار برای همیشه یادشون بگیرید و با هم تکرار میکنیم Follow instructions Follow instructions عزیزان دلم ارزیابی کردن و محک زدن خودمون همیشه در یادگیری انگلیسی میتونه بهمون به کمک کنه و ضمن اینکه فراموش نکنید همیشه خودتون رو با دیروز خودتون و هفته پیش خودتون مقایسه بکنید این سر جاش در ادامه این ویدیو میتونیم جملاتی که در این درس یاد گرفتیم رو با هم محک بزنیم ببینیم چقدر مسلط شدیم و همچنین میتونیم شدوی منقطع یا شدوی همزمان انجام بدیم در این درس اگر ابهام داری در مورد این مسائل یا سوال داری تو قسمت کامنت بپرس و در ادامه با هم یک بار جملات رو تکرار میکنیم شدوی منقطع یا همزمان میکنیم خودمون رو محک میزنیم اگر اوکی بود که دممون گرم اگر نه دوباره درس رو از اول کار میکنیم بهت اکیدن توصیه میکنم سراغ درس دیگه ای نرو این جملات رو اینجا یاد بگیر لغت داره جمله داره ساختار داره همه چی داره دیگه چی میخوای اینا رو اینجا مسلط شو بعد برو درس بعدی قربونتون برم دمتون گرم ممنونیم که حمایت میکنید بریم شادو کنیم با هم Be ready Excuse me Pardon me Then when How sweet Take this Stay away. Finish it. Alright. Me either. Me neither. Same here. No worries. Bless you. It happens. Never mind. No kidding. I agree. I disagree. How great. Next time. Last time. Right here. Right there. Right now. Over there. You got it. I apologize. Many thanks. This evening. This morning. My pleasure. Any problem? How foolish. Go straight. Sounds good. Sounds great. Much better. My apologies. Heads up. That happens. Nothing else. Not recently. Say something. What nonsense. What happened? Talk properly. Be calm. Be careful. Be patient. Be safe. Calm down. Anything else? Go ahead. Go away. Good job. What else? Of course. Guess what? The same. Not bad. Forget it. Forgive me. Get out. Well done. Try again. After you. Come here. Come on. Believe me. Best wishes. Enjoy yourself. For what? Go on. Have fun. Help yourself. Stop it. Hold on. Hurry up. But why? How sad. I forgot. What now? Be quiet. I apologize. So what? Take care. Very good. No problem. Slow down. Wake up. Sit down. Stand up. Follow me. Keep going. Hang on. Turn around. Not yet. Leave it. Sit here. Pay attention. Get ready. Come in. Sign here. Wait here. Work hard. Be happy. Be kind. Feel free. Read aloud. Listen up. Speak louder. Sit tight. Back off. Move back. Be honest. Eat well. Keep calm. Study hard. smile more, talk less, keep walking, sleep tight, speak softly, follow instructions. خب 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 چقدر عالی تکنیک شدو رو اجرا میکنی تکرار میکنی دمت گرم ممنونم ازت ممنونم که برای تغییر دنیا و بهتر کردن دنیا از رهگذر یادگیری و کمک به دیگران داری تلاش میکنی و سپاس گذاریم که همراهی میکنید انگلیسی آب خوردن رو گفتنی ها رو گفتیم آن چیزی که به عهده ما بود وظیفه ما بود گفتیم روش یادگیری رو توضیح دادیم اگر سوالی پامی دارید حتما با ما در ارتباط باشید بپرسید در خدمتتون هستیم سال هاست همراه شماییم و آموزش رایگان انگلیسی به فارسی رو تقدیم شما جانان کردیم سپاسگزاریم بی نهایت امیدواریم که هر جای دنیا که هستید تندرست و خرسند و بهروز و شادکان باشید